سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که اگر مذاکرات اتمی تهران با قدرت جهانی به پیشرفتی منجر شود تحریم علیه ایران باید کاهش یابد و در نهایت نیز ملغا شود آقای لاوروف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست که روز پنجشنبه چهارم مهر منتشر شد اظهار داشت پیام هایی که اکنون از ایران شنیده می شود دلگرم کننده است وی افزود مقامات ایران بر لزوم ادامه مذاکرات سهه گذاشتند. همچنین تمایل خود را به شفافسازی بیشتر برای رسیدن به نتیجه اعلام کردند و گفتند که عزم راسختری در این باره دارند. مناقشه هسته ایران در روزهای اخیر تحت شعار موازه حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. آقای روحانی هم در این اجلاس و هم در مصاحبه هایی که با رسانه های آمریکایی در نیویورک انجام داده بر حل مسئله هسته ایران تاکید کرده است. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن تاکید بر حل سریع مسئله اتمی ایران گفت که انتخاب ایران برای حل این موضوع زمانی بین سه تا شش ماه است. حسن روحانی در این مصاحبه گفت که هرچه سریعتر موضوع هسته ایران حل شود برای همه بهتر است. اگر سه ماه موضوع حل شود این انتخاب ایران است اگر به شش ماه هم کشید باز هم خوب است ولی صحبت از ماه است، نه سال وی افسود وقتی موضوع اتمی حل شد آن وقت می توان به موضوعات دیگر هم رسید روحانی ادامه داد که پس از حل موضوع اتمی مانعی برای حرکتی رو به جلو در مسائل دیگر وجود نخواهد داشت او در این مصاحبه تاکید کرده است که موضوع اتمی می تواند آغازی باشد بر آنچه میان او و رئیس جمهوری آمریکا طی روزها و هفته های گذشته رد و بدل شده است در همین حال دور جدید مذاکرات تهران با گروه پنج به علاوه یک روز پنجشنبه در نیویورک برگزار شد که به خاطر حضور وزرای امور خارجه ایران و ایالات متحده در آن اهمیتی مضاعف یافت دیداری که در طول 34 سال حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است اکنون سرگئی لاوروف با اشاره به این مذاکرات و احتمال دستیابی طرفین به توافق میگوید که همزمان تحریم ها نیز باید به صفر گرایش پیدا کند وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت تحریم ها به خاطر آن تصویب شد که تلاش ها برای حل مناقشه هسته ایران بی نتیجه ماند اگر پیشرفتی حاصل شود این مسئله باید به طور متقابل همراه با کاهش تحریم ها و در نهایت لغو تحریم ها باشد در اظهار نظری دیگر مرتبط با پرونده هسته ایران آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا نیز پیش از نشست وزرای پنج و علاوه یک در نیویورک به دویچه وله گفت ادعاهای طرف ایران را به بوته آزمایش می سپاریم. او همچنین از چرایی عدم دیدار روحانی و اوباما در سازمان ملل گفته است تحریم های بین المللی آثار عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته است که مقامات ایران به آن از آن دارند در حالی که پیش از این می گفتند تحریم ها هیچ حاصلی ندارد این تحریم ها شامل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تحریم های یک جانبه است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران وضع کردند و شاهرک های اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی و صنایع نفت و گاز را هدف قرار دادهاند.